بنابراین سوال کردن که سلام استاد، معنی واژه زنیم در این آیه چی هست؟ عتل بعد ذلك زنیم. ببینید، قبل از اینکه به این موضوع بپردازم لازم است که شما آیات رو و آیات قبل و بعد این موضوع رو هم نگاه کنید. شما یک آیه رو نگاه میکنید، بقیه آیات دیگر رو رها میکنید و اینگونه شاید دچار شک و تردید میشید در موضوعی که براتون پیش اومده. وقتی که آیات سوره قلم رو میخونید، بذار من آیات رو بیارم که شما بهتر متوجه بشید. و در آیه اینطوری میفرماید که ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. این مجموعی از صفات بد رو برای این آدم زیگه. ولا تطع، میگه اطاعت نکن، پیروی نکن، قبول نکن حرف کسی که کل حلاف مهین، هر بسیار قسم خورنده مهین و پستی که هست. مناع للخیر، کسانی که منع خیر میکنن. معتد اثیم، تجاوزگر گناهکار، تجاوزگر بسیار غرق در گناه، یعنی گناه زیاد میکنه، همیشه گناه میکنه. مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. بعد از این عتل یعنی بسیار تندخو، خشن و زنیم. کلمه زنیم چند معنی داره، یکی از معروفترین اینها یعنی شریر، یعنی انسانی که بسیار اهل شره و در بعضی از معانیش هم اومده یعنی ملصق، به چسبیده. یعنی در اصل بعضی معنیش رو اینطوری فکر کردن که منظور اینه که یعنی ولد زنا، در حالی که معنی این ولد زنا اساسا نمیده، بلکه معنیش یعنی اون تمام صفاتی که از قبل گفتیم، حلافیم، ولا تطع كل حلاف مهین، هماز مشاء بنمیم. هماز و مشاء یعنی کسی که همیشه طعنه زنه، مشاء بنمیم یعنی سخنچینی میکنه. این دو تا این آیه رو یادم رفت که معنی کنم براتون. پس هماز مشاء بنمیم، مناع للخیر معتد اثیم، عتل بعد ذلك زنیم. یعنی همه مجموع این صفات ها به اون چسبیده است، این صفات ها و ویژگی های بد رو داره. وگرنه اساسا اگه کسی، حالا فرض کنید یک انسانی از یک رابطه نامشروع تولد شده باشه، آیا گناهی داره اون؟ نه، به هیچ وجه. اون شخصی که دو نفر با هم رابطه جنسی غیر شرعی دارن، زنا میکنن، نمی بچه‌ای وجود میاد، این بچه چه گناهی داره؟ نه گناهی داره، نه عیب و عار به اون ملصق میشه، نه اینکه با به خاطرش نباید سرزنش بده، نه باید توبیق بشه، نه باید کنار انداخته بشه. اگر همین انسان مورد تربیت درستی قرار بگیره، حتما انسان خوبی خواهد شد و این ربطی به اون موضوع نداره. لذا کسی را نباید تأیید کرد به خاطر رفتار دیگران. خداوند در قرآن کریم میفرماید ولا تزیر وازره وزر اخرى، گناه کسی پای کسی دیگری نوشته نمیشود. ولی خب صلاح پدر و مادر تأثیر داره روی صلاح فرزندان، همونطوری است فرزند صالح هم تأثیر داره روی پدر و مادرش، ولی به این معنی نیست که متحمل گناه دیگری میشه و باید به خاطر گناه دیگری سرزنش بشه. چنین چیزی در شرع وجود نداره و اساسا کسی که عمل صالح نداشته باشه نسبش هیچ تأثیر روی اون نداره. پاکترین نسب ها رو بیارید، اگر عمل صالح نداشته باشه، خودش انسان صالحی نباشه، هیچ تأثیری براش نداره اینکه پدرش و مادرش از یک نسب شریف بوده اند. لذا پیامبر فرمود که وقتی که ندا داد به گفت ای فاطمه دختر پیامبر، اعملی فلن اغنی عنکی من الله شیئا، برای خودت کار کن، عمل کن، عمل صالح داشته باش که من روز قیامت هیچ کاری برای تو نمیتونم بکنم. به عموش گفت ای عباس، عموی پیامبر، تو که عموی پیامبری، عمل کن، عمل صالح کن، زیرا که من تو رو بی نیاز نخواهم کرد در روز قیامت، یعنی من نمیتونم جوابگوی تو باشم. این پیامبره که نسبت به نسب و هم نسبت به فروع خودش میگه، هم نسبت به اصول خودش میگه، به عموش میگه که از
نسبش هست و هم به فرزندش میگه که نسلش هست. و معروف است که من لم یسرع به عملو لم ينفعه نسبه، او كما قال، یا به عبارت دیگری میفرم من بطئ به نسبه لم یسرع، من بطئ به عملو لم یسرع به نسبه. کسی که عملش اون رو عقب انداخته، اون رو آخر آخر انداخته، نسبشون رو جلو نمیندازه. یعنی کسی از عمل آخر همه هست، نسبشون رو جلو نمیندازه. کسی آخر همه وارد مسجد شده، به خاطر نسبشون رو نباید بیاری صفحه اول بنشونی. دیر اومده باید همون صفحه آخر باشه. تازه اگه خیلی هم دیر اومده باید بیرون از مسجد بشینه، جایی که کفشا رو میذارن بشینه، جا براش پیدا نمیشه همونطور. اینطوری نیست که کسی که عمل صالح نداره، هیچ کاری عمل دیر اومده، میخوان ببرنشون اول اول بنشونن. لذا سوال ایشون بعدش این هست که میگه اگر آیا اصل و نسب و ریشه در رفتن یک انسان به بهشت و جهنم هیچ تأثیری نداره که انسان رو جلو بندازه؟ بله نسب شریف خوبه، خیلی عالیه، ولی انسان زمانی خوبه که تأثیر مثبتی روی رفتار من داشته باشه، باعث بشه که من نوعی، شما فلان فلان، باعث بشه بیشتر عمل صالح انجام بدیم. بگیم اونی که مثلا از یک نسب شریف است، بگه که من از فرزند فلانی هستم، این رفتار برای من ننگ و عیب و عاره، در جایگاه و شأن و منزلت و موقعیت من نیست. اگه این تأثیر رو داشته باشه خوبه، ولی وقتی این تأثیر رو نداشته باشه هیچ فایده ای براش نداره. روز قیامت در دنیا میتونه سبب تشویق کردن اون برای عمل صالح و سبب دوری جستن از بعضی از اعمال و رذائل اخلاقی باشه. در شأن خودش نبینه که در یه جایگاه موقعیتی قرار بگیره که عمل ناصالح هست، این تأثیر رو داره. اما اینکه تأثیر داشته باشه روی قیامتش فقط به خاطر اینکه نسبش شریفه بره داخل بهش، نه، خیلی تأثیری نداره. اونی هم که نسبش نسب بدی هم باشه، حتی اگه فرزند زنا و فرزند نامشروعی هم باشه، مادامی که خودش عملش صالح باشه در دنیا، ایمان و تقوا داشته باشه، وارد بهشت میشه.